د ریاست الوزراء اداري مرستيال مولوي عبد السلام حنفي چې د هیواد شمالي ولایتونو ته د سفر په موخه راوتلی سمنګان ولایت ته راورسېد. ښاغلی حنفي د نوموړي ولایت له ملکي او نظامي چارواکو سره له لیدنې وروسته یوې لویې رابلل شوې ولسي غونډې ته هم وینا وکړه. از نظرات هم دیگر، از مشوراهای هم دیگر استفاده شود تا اینکه در کارهای ما و شما نظم و انسجام بهتر صورت بگیرد. د حکومت در رسنۍ او مرکز مشر ښاغلی مفتي ناملا سمنګانی چې د ریاست الوزراء له لومړي مرستیال سره په دغه سفر کې ملتیا کوله د خپلو خبرو پر مهال وویل چې روان مالي کال په خدمېدا سره کوښښ داده چې د رهبرۍ په راس کې موجود کسان د ولایتونو ستونزې له نږدې وارزوي تر څو راتلونکی مالي کال د ډېرو ستونزو حل وي. چون سال 1401 در حال تکمیل شدن است و بودجه سال 1402 زیر کار است، رهبری امارت اسلامی افغانستان تلاش نمودند تا با دیدن ولایت های مختلف از نزدیک مشکلات آنها را از نزدیک درک بکنه و انشاءالله در پروژه های سال آینده در پروژه های انکشافی مشکلات حل مشکلات آنها را در نظر بگیره. راغلی پلاوی ته سمنګانیانو خپل ستونزې ننګونی وړاندیزونه د ویلوی غونډې پترس کې وړاندې کړل. زمینی وافری زراعتی داریم، در تابستان سمنگان یک جزیره است، ما آب زراعتی نداریم، فلهازا هرگاه بند آب کلی و آب لملم ایجاد شود، دو توربین برق نصب شود، انشاءالله دو فصل حاصل بگیریم، خودکفا میشیم و از نیروی برق هم انشاءالله خودکفا میشیم. در سال آینده انشاءالله خداوند خواسته بود به یاری الله متعال و به همکاری شما ملت دلیر افغانستان و ملت سمنگان ان شاء الله بعض پروژه ها را ان شاء الله حتما در بودجه انکشافی سال آینده در نظر میگی. د اسلامی امارت د حکومت پر اتک سره د لومړی ورده چې د ریاست الوزراء په کچه د غړ ډولی او لوړپوړی چارواکي سمنګان ولایت کاری سفر کوي. شفیع الله ستانکزی د افغانستان ملی رادیو تلویزیون سمنګان.